ما سر بودن ما الان به نزدیکی قله رسیدیم و اگر ما بتونیم به مخاطبمون ثابت بکنیم که این ریل گذاری درسته و ما داریم به نزدیکی قله میرسیم این با ما همراهی خواهد خب ما الان از کجا بفهمیم قله چیه که ما باید دقیقاً بفهمیم آیا این قله دیده میشه یا نه واقعاً یک قله نادیده ای هستش که ما فقط میگیم چشم نه یک قله ای هست قله هم کامل دیده میشه این قله چیه؟ این قله قله ای هست که ابرقدرت های دنیا بهش رسیدند و مشکلاتشون تمام شد ابرقدرت ها از ته دره بودند آمدند و رسیدند به قله ابرقدرت های این چه کشورایی؟ مثلا هلند مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن کشورهایی که دیگه تقریبا تونستن ارزششون پولشون را ارز ذخیره جهانی بکنن. اینا همشون جز بدبختترین کشورها بودند. هلند مستعمره ای امپراتوری هابسبورگ اسپانیا بود یعنی نه تنها نمیتونست قانون تصویب کنه نه تنها دینش چون پروتستان بود اجازه نمیداد اسپانیا چون دینش کاتولیک بودی تبلیغ بکنه حتی کشتیرانی که میخواست انجام بده اسپانیا براش مشخص میکرد که تو کجاها میتونی بری و تجارت انجام بدی کشتی که میخواست باش کشتی رانی بکنه کشتی رو بعد از آلمان میگیره آلمان خودش باز مستعمره هاوسبورگ بود اینا به این مشکلات داشتن یا آل آمریکا مستعمره کامل بریتانیا کبیر بود اون موقع به حدی که حتی خواستن کلاه تولید کنند و انگلیس جلوشون رو گرفت اجازه نمیداد که یه کلاه تولید بکنن میگفت هیچ اجازه تولیدی نداری از اون طرف آلمان و بریتانا هر دوشون خانفروش بودن این کلا کارشون خانفروشی بود انگلیس پشم خام صادر میکرد و آلمان محصولات کشاورزی حالا شابزم. سوال چی شد از این وضعیت نجات پیدا اینا همشون انقلاب کردن یعنی اینا دیگه وضع غیر قابل تحمل شد به این نتیجه رسیدن که باید یک کاری بکنیم همشون انقلاب کردند هلند انقلاب کرد آمریکا انقلاب کرد انگلیس و مثلا در دوران هنری هفتم به این ام. نتیجه رسید که دیگه خانفروشی تعطیل آلمان هم در دوران فردریک کبیر گفتن آقا تموم دیگه خانفروشی اتفاق نمیفته اینا وارد اولین مرحله شدن ام. که انقلاب بود به محضی که انقلاب کردند اتفاق دوم براشون صورت گرفت ابرقدرت اون دوران بهشون حمله کرد عجب. چرا عبر قدرت ها نمیتونن کشور مستقل ببینن شما نگاه بکنید هلند اسپانیا بهش حمله کرد و جنگ 80 ساله براش اتفاق افتاد آمریکا وقتی انقلاب کرد به رهبری جورج واشنگتن انگلیس و بریتانیا بهش حمله کرد و جنگ 8 ساله رخ داد بحران ها بیشتر از این بود مثلا می آمدن ملوان های آمریکایی رو برداشت انگلیس به نیرو دریایی خودش ملحق کرد امه. ها رو مجهز می کرد که خود مختاری بکنن استان های جنوبی رو تجهیز کرد که جنگ داخلی داشته باشه به همین صورت دیگه کشور دیگه میسه اینا مرحله سوم وارد انقلاب علمی و ورود به مباحث علمی شدن چرا چون عقب علمی داشتن کار به جای رسید هلندی که در اوج فقر بود مشکلات داشت سی درصد اختراعات دنیا در اون دوران در هلند اتفاق افتاد در صورتی که هنوز کشور تازه انقلاب کرده بود <متحد> یه رشد ست... علمی بلد. داشتن همه سه چهارم کل <متحد> کتابایی که در آمریکا تو تقریبا 180 یا 200 سال چاپ شد سه چهارمش مال بعد از انقلابش بود 60 درصد اختراعات دنیا اون موقع در بریتانیا بود بعد به این صورت اینا بعد از این که م... یک کم علمشون رو تقویت کردن وارد مرحله چهارم شدند. یعنی بحث فناوری اینا ورود بره. به فناوری محوری شدن اینا شروع کردند این علم شروع کم کم آوردن به فناوری تبدیل کنن هلند خودش تونست کشتی بسازه آمریکا تونست نمیدونم تلویزیون درست بکنه تو صنعتی بله موقعی که برای چهارم به یک حدی رسید کشور وارد مرحله پنجم شد حمایت از تولید داخل همه این کشورها تعرفه بر واردات رو بردن بالا که کشور رقیب نتونه کالاش رو وارد کشور بکنه بریتانیا تعرفه بر واردات رو 55 درصد کرد در صورتی که اون موقع تو بلژیک 10 درصد بود تعرفه بر بارداد. که بتونه کالای خودش که تازه ورود پیدا کرده رونق پیدا کنه موقعی که مرحله پنجم هم یه مقداری گذاشت اینا خب تو پنج مرحله قبل کلی هزینه کرده بودن مشکلات داشتن اینا ورود پیدا کردن در مرحله ششم اصلاح ساختاری دیگه ساختار مثلا هلند جلوی تورماش رو خاص بگیره بریتانیا گرفت یک واحد پولی رو برای خودشون هر کشوری مشخص کرد هلند گیلدر رو مشخص کرد بریتانیا پوند رو مشخص کرد آمریکا به همین صورت این کارا رو انجام دادن جلو انتظارات تورمی رو گرفتن رفتن تو حوزه اقتصادی وارد مرحله هفتم شدن مرحله ها. هفتم صادرات محوری بود اینو شروع کردند صادرات محوری اوج خیانت و خباست این کشور هم اینجا بودش یعنی بریتانیایی که خودش در دوران رشدش تعرف بر واردات رو به بالاترین حد رسونده بود حالا که غول اقتصاد شده بود اینجا به کشور گفت تعرف بر واردات یعنی چی همه بیان تعرفه بر واردات رو حذف کنید خب هیچ کشوری که نمیتونست با او رقابت کنه پشت سر هم کارخونه های کشورهای دیگه برشکست شد ارزش پول ملیشون تا مرحله هشتم که دیگه ارز این کشورها ارز ذخیره جهانی شد این هشت مرحله ای بود که این کشورها از ته دره تا نوچ قله رسیدند ما هم این مسیر رو داریم میریم الان به ملد. ادعای شما ما انقلاب کردیم مرحله اولش مرحله دوم ورود پیدا کردیم در تقویت نظامی و عبور از بحران ها بحران های مختلفی که اتفاق افتاد از جنگ اتفاق. و ترور و تمام اینا تحریم اینا مرحله سوم انقلاب علمی بود ما امام ابتدای انقلاب نهزت سواد و رو پای ریزی کردن حضرت و آقام انقلاب علمی رو گذاشتن و جلو بردن و بلد. رو انجام دادن ما که 20 سال پیش یک دهم ده درصد تولید علم دنیا رو داشتیم امروز به گزارش SJR سایماگو دو درصد از تولید علم دنیا رو داریم یعنی دو برابر نسبت جمعیتی به گزارش نیو ساینتیست ما 11 برابر متوسط دنیا تولید علممون است در بین مقالات پر استناد و با کیفیت دنیا به گزارش آی, آی الان بیش از 3 درصد اون مقالات با مال ما یا مثلا یا مثلا مقالات هات دنیا هات پیپر 5 برابر نسبت جمعیتی اون. مرحله چهارم فناور محوری بود حداقل 17 اقدام انجام شد با عنوان زیست های فناوری مثل شرکت های پارک علم و فناوری مراکز نوآوری شتاب و شروع شد تولید توی این زمین ها مرحله پنجم حمایت از تولید داخل بود از نامگذاری سالهای گرفتن تا سیاستهای ابلاغی حضرت آقا که ما باید بتونیم از تولید تولیدمون حمایت بکنیم که توی این مرحله هم تو بحث تولیدی که ما تقریبا 20 بله. سال پیش هیچ جایگاهی نداشتیم الان تولید دهون تو عرصه های مختلف ورود بله. پیدا کرده و خوب شده ما الان تو مرحله ششم ببینید تو اون هشت مرحله که ارث کردم نکته اساسی اینجایی که من خواهش می یه عنایت ویژه‌ای بفرمایید من عرض کردم ما تو مرحله ششم هستیم مرحله ششم رو هم ورود پیدا کردیم از این هشت مرحله چند تا مرحلهش هست که شما به عنوان حکومت فقط داری هزینه میکنی انقلاب هزینه داره نظامی هزینه داره انقلاب علمی هزینه داره فناوری هزینه داره حمایت از تولید داخل هم هزینه داره به نوعی سرمایه گذاری از اون تا, تا اصلاح ساخت هزینه داره ولی صادرات سوداوری شروع میشه ما مراحل سرمایه گذاریمون تموم شد یعنی تمام جاهایی که پول گذاشتیم پدرمون درآمد، پشت سرم حمایت حمایت حمایت, حمایت، اون شش مرحله اول بود مرحله همه ی کشورم تو این شش مرحله اول ابر تورم داشتن مشکلات معیشتی مشکلات اقتصادی از عجیب غریب بود تو همین هلند تورمی که اتفاق افتاد ام. مثلا برای گل گل لاله بل. جنون لاله قیمت پیاز گل لاله شد کالای سرمایه انتظار تورمی شد شد سه هزار گیلدر حقوق یک سال کارگر 300 گیلدر بود یعنی این اتفاق افتاده بود و اینا تونستن وارد مرحله هفت که شدن این مشکلات رو حل بکنن ما دوران هزینهمون تموم شده الان میخوایم وارد مرحله هفت بشیم یعنی دوران سوداوری و این استش که حضرت آقا میفرمان ما به قله نزدیک شدیم این یعنی سرمایه